سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب باب چهلم کتاب الحجه در محضر باب چهلم هستیم. در این باب که عنوان باب این است که باب فیه ذکر و صحیفه و الجفر و الجامعه و مصحف فاطمه علیها السلام. خب این بحث اول مقدمش مطرح بشه که این حقایقی که به عنوان نظام علمی پیش حضرات هست که این اسماء مختلف رو الان ذکر کردن، حالا یکی یکی توضیح میدن، صحیفه، جفر، جامعه و مصحف فاطمه سلام الله علیها، اینا هر کدام یک نسبت در نظام علمی دارن، منتها آیا اینها یه شیء مادی هم هستن یا نیستن؟ از ظاهر روایت برمیاد که شیء مادی هم هستن، یعنی یه ظاهر مادی هم دارن. این که یه شیء مادی یا یک ظاهر مادی مثل یه صحیفه یا مصحف یا جفر یا جامعه که ذکر میشه، مثلا ظرفیتشون از جهت حجمی یا از جهتی چگونه است، درسته؟ اگر اینها ذکر میشه چگونه با نظام علم که میخواد این همه علم رو جا بده توش، این هم یک نگاه مادی برای توجیه داره، هم یک نگاه الهی داره. تو نگاه الهی که خب بله مسئله خیلی ساده است که تو نظام اراده الهیه هر چیزی در حقیقت میتواند، ما حتی الان یه اتم رو نتونستیم خواصش رو کشف بکنیم که چقدره، که فکر میکنیم دیگه این جزء اخصه و ساده ترین و ضعیف ترین مراتب عالم ماده است، ولی با این حال این ذره کوچک خلاصه این همه عظمت ها از جهت علم درش نهفته است و در حقیقت حاوی همه این علم هست. از جهت مادی محضوری نداریم که قواعد هستی در یک جای محدودی به صورت قواعد اینجا باشد که تمام هستی رو تبیین بکنه، هیچ مانعی ندارد. اگر ذهنی باشد که قدرت برداشت این رو و به اصطلاح حل این رو داشته باشد و تحمل این رو داشته باشد، اون طرف مانعی ندارد. اگر مانعی هست از این است که گاهی قواعد کلی برای کسانی که مطرح میشه قدرت تحلیل بر مصداقش رو ندارن، اما کسی که قدرت تحلیل بر مصداق رو دارد وقتی قواعد کلی رو میبیند از توش همه اینها استفاده میشه، منتها تو بعضی از اینها جزئیات ذکر شده، یعنی نیست این قواعد کلی باشه، ذکر اسماء افراد و آبا و اجداد و شرایط و جزئیات اینها مانعی ندارد. حالا من وسط کلامه این دیدم دست یه آقایی خلاصه یه انگشتری بود، گفت میتونه این چیه؟ این انگشتر یه خورده نگینش از این نگین هم یه قدری بزرگتر بود. گفتم چه گوی همه قرآن روش نوشته شده. گفتم مگه میشه قرآن 600 و همین چند صفحه است؟ این قرآن ها 3 صفحه؟ 4 صفحه. 600 4 صفحه است الان. وقتی یه ذره‌بین قوی اونجا بود آوردن دیدیم ای راست میگه، اینا صفحه صفحه است، 600 و خلاصه 4 صفحه رو این چی شده بود؟ رو این خلاصه تمام قرآن رو با نظام حالا دیگه اینا دارن خط خط نوشته بودن، یعنی وقتی اینو خیلی بزرگ می‌کردی قشنگ معلوم می‌شد که نوشته است و نوشتش هم تا حدیش می‌شد بخونی، حالا با اونجایش که آدم به خصوص بلد بود صفحه‌های اول و اینا رو که آدم حفظش بود می‌تونید این که داره همون جوریه. می‌خوام بگم یعنی این نظام بالاخره مادی کشش دارد که 600 خورده صفحه‌اش روی به اصطلاح حالا شما حساب کنید اگه یه ورق بود، اگه یک ورق بود رو این، خب البته ابزار آلات خودش رو میخواد این نوشتن با ابزار آلاتی که اون دوره بوده، پوست بوده اون چیزی که برای نوشتن بوده، قلم به اصطلاح خاص خودش بوده، اما محال به اصطلاح عادی نیست، محال عقلی نیست، محال عادی هم نیست، چه برسه که محال عقلی. اما اصل بر این است که این نظام علمی به نحو اعجازم بوده، اینها به نحو عادی نبوده، لذا با اینکه بارها و بارها خانه های حضرات رو بازرسی کردن، تفتیش کردن، چیزی که از این سنخ باشه اینو نتونستن به دست بیارن، حتی اگر در روایت داشت که اینا جاسازی کرده بودن شمشیر پیغمبر رو در دیوار و بعد در حقیقت اون روایتی که جلسه گذشته خوندیم که این آسیب نبیند یا امانت گذاشتن پیش
ام سلمه سلام الله علیها تا این میرن و برمیگردن اونجا غارت نشود، همه اینا امکان پذیره. اما این اشیا در اینی که مادی بوده در این حال چی بوده؟ به نظام اعجاز بوده، مثل حجرالاسود، مثل امثال اینها، مثل همون تابوت، مثل سلاح، همه اینها در اینی که یک نظام مادی دارد. اما این گونه نیست که هر چیزی نظام مادی داشت حتما و حتما دیگه همه شرایط عالم ماده هم برای چی باشه حاکم باشد و خواستش هم این عالم ماده فقط باشد. این گونه نیست، نه، نظام الهی در دستن در کار مسئله بوده و هست و اینها در حقیقت نزد حضرات محفوظ است و استفاده میکنند. حالا یکی یکی تفاوت اینها رو بیان میکند و اینکه این حقیقت چرا در حقیقت پیش حضرات هست، هر کدوم چه کاری هم ازشون میاد، آیا فقط یه موزن یا نه یه واقعیتی است، یک در حقیقت اعجازی است اینها پیش حضرات و اینها کاربرد داره و کاربردهاش ان شاء الله آشکار خواهد شد. بله ممکن نگفتیم که همه رو با نگاه عقلی بیایم به صورت نانویی بنویسن روی صفحه که بگیم حالا نبوده اون موقع نظام نانویی. گفتم ببینید نظام نانویی امروز که این کار رو میکنه نشون میده این محال عقلی نیست. اما اگر این قواعد به صورت قاعده باشد، ما الان ما حرفمون این است که اگه یه چیز جزئی بخواد نتیجه بده حتما این قضیه جزئیه باید یه نتیجه جزئی واحدی بده و یه جورم برداشت ازش بشه، ما این نگاهمون اینه. اما آیا امکان ندارد یه قضیه جزئیه‌ای که به ظاهر اولیش برای ما یه قضیه جزئیه خاص بود و به غیر از این هم در حقیقت تطبیقی نداشت، آیا امکان نداره هزاران واقع از توی در بیاد؟ نه به نحو کلی فقط باشد اما هزاران واقع با قرائنی که در این سر مثلا میگن الان تو اشکال، مثلا این اشکال مرحوم شعرانی تو حاشیه میگه مولاناس خلاصه تو هندسه مثلثات میگه تو اونجا 490 هزار نتیجه از یه شکل در میاد، بعد میگه تازه 490 هزار تا از یه شکل در میاد از یک شکل 490 هزار نتیجه در میاد، میگه تازه این تا نسبت به قاعده و اونشون اوورده تو حاشیه، میگه تازه این نسبت به یه قاعده دیگری که دیگه هیچ حد و حصری براش نتونستن پیدا بکنن که هرچی ازش استخراج کردن دیدن بازم در میاد از همون قاعده. خب این امکان پذیره، ما نگاهمون این است که یه قضیه جزئی فقط برای قضیه جزئی صدق میکنن و بیش از این نیست. اما اگر نگاه بر این قرار گرفته کلام کلام الهی است، القا القا ملکی است، درسته اگر اینجوری باشه این نگاه رو در حقیقت باور بکنیم از جهت مادی هم مانعی نداره، با اینکه لفظ به ظاهر یه لفظ کوتاه چند جمله است، درسته مثلا شما تو مفهوم لا تنقض الیقین به شک چقدر مشکل رو حل میکنه، چقدر مشکل حل میکنه، آیا تو هر مشکلی مشکل گشا هست یا اینکه باید زمیمه کنیم بهش؟ نه زمیمه نمیخواد، تا صغرا یا تحت کبرا حل میشه، نمیشه؟ ببینید این مفهومشه، میخوام بگیم نظیر دارد تو نظامی که ما میشناسیم. اما اونجایی که من اون حرفی که الان قبل زدم بالاتر از اینه، وقتی ما اونی که مبینه، اونی که بیان میکنه کلام رو، کلام الهی است، کشش دارد این کلام، همچنان که در آتا قرآنی رو فرمودن حل قرآن را بر فقط یک واقعی واحد مثلا بار نکنید، فقط بر این بگید دیگه بر واقعی دیگه قابل حمل نیست، بلکه الا ما شاء الله مثل خورشیدی که هر روز طلوع میکند، قرآن هر لحظه و هر روزی در حقیقت تطبیق جدیدی دارد و نتیجه جدیدی ازش به دست میاد، از همون چیزی که شأن نزولش خاص بود در یه مورد خاص بود، اما اون شأن نزول برای ابتدا بود، شأن نزولهای ادامه دار دارد که همه اینها بر او تطبیق میکند و همه اونها رو بیان میکند. اگر ذهنی این قدرت رو داشته باشد، ذهن که میگیم اهم دیگه، اگر نظام وجودی این قدرت داشته باشد همه اینا رو از تو این استخراج میکنه یا نمیکنه، در اینی که چیزی اضافه هم نشده براش و همه اینها هم در حقیقت چی شده. حالا خود بیانات حضرت هم زیباست، خود بیانات هم دقت بکنیم یه نتایج اینجوری از توش در میاد، ولی در این حال به اجمال گذروندن این بحث. البته به اینجا ختم نمیشه چون این بحث ادامه داره، روایات بحث جفر و جامع و صحیفه و مصحف به همین چند تا روایت که اینجا آورده نیست، روایات دقیق تر عظیم تری هم هست، منتها مرحوم کلینی این چند روایت رو که جامع تر بوده انتخاب کرده و آورده. ولی حالا اگر یه موقعی دیدیم فرصتی شد ان شاء الله جلسه آینده اگر دیدیم فرصتی شد بعضی روایاتی خارج از اینم هست رو به صورت اون به اصطلاح جانش رو و بزنش زمینه میکنیم، بلکه ان شاء الله حل بیشتر فعلا بر خود روایات این باب باشیم. ان ابی بصیر قال، بله جان بهار هست
بله تو بهار مفصلش هستش. عن ابی بصیر قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقلت جلت فداک انی اسالک عن مسئله ها هنا احد یسمع کلامی. معلوم میشه بالاخره حواس اینا وقتی میخواستن روایات خاص رو و مسائل خاص رو بپرسن جمع بوده. ابو بصیر میگه که من یه مسئله سوالی دارم، آیا مثلا غریبه اینجا نیست؟ چون حضرت کسی نبوده پیشش، اما خب اونجا خونه ها اتاق ها کنار هم بوده، با پرده در حقیقت اینها از هم چی میشده جدا میشده، پشت پرده رو که خب ابو بصیر حق نداشته اونجا از سوال میکنه، اینجا غریبه نیست من سوالو بپرسم. حضرت هم قال فرفع ابو عبدالله علیه السلام سترن بینه و بین بیت آخر، اون پرده رو که بین این اتاق و اتاق دیگر بود و میزنه کنار، فتلع علیه سرش رو در حقیقت بر اونجا سر اونور نگاه میکنه، بعد میفرماید که ثم قال یا ابا محمد سل اما بدا لک، یعنی چیزی نیست، کسی نیست که نامحرم باشه که سوالتو بپرس. حالا البته اینجا سوال پیش میاد که آیا حضرت نمیدونست کسی هست یا نیست؟ حالا به علم امامت قرار برای نبود که اینا تو هر لحظه چیکار بکنن؟ از علم امامت استفاده بکنن. خود این که این سوال رو ابو بصیر بکنه، حضرت هم این عمل رو انجام بده، نشون میده که این روایت جزء روایات چیه ماست؟ روایت خاص شیعیان ماست، نمیشه هر جا گفت. نباید رفت سر منبر هر جایی هر کی بود هر جوری بود اینو بیان کرد، که باید ببینیم در قچه، چون خود همین ها گاهی باعث میشد چی بشه؟ باعث میشد فشار بیشتر بشه بر شیعیان، یا در حقیقت یه عده‌ای دنبال این باشن شیعیان رو به یه چیزهایی چکار بکنن، بهانه گیری کنن، هو بکنن، اذیت بکنن، به خصوص اونجایی که امام در حقیقت خودش رو مطلع بر این جفر و جامعه و صحیفه و مصحف و اینها میدونه. اینها در غز لذا با یه دقتی، ماها کمترین دقت ها رو میکنیم، سعی گاهی حواسمون نیست روایات دقیق رو چکار میکنیم. میگه خب بهتر است که این دیگه ولایی ترین روایت سر منبر بگیم، رو همه رو کم کنیم که هر کی در ولایت حرف زده ما اینو که بگیم دیگه اون کم میاره در خون. نه که این قرار بر این نبوده، هم خود شیعیان همه کشش این مراتب رو ندارن. این گونه نیستش که شیعیان کشش همه مراتب بحث ولایت رو داشته باشن. بحث ولایت جزء اسرار، جزء در حقیقت اون عمقش، جزء در حقیقت مقام خاص برای خواص بوده. اگر کسی فهمید نوش جانش، خوشا به حالش، تو بالا، اما دلیل نداره که هر چی که آدم فهمید بره چیکار بکنه، ابراز میکنه که برای شیعیان دیگه. گاهی همینا باعث میشه یه عده از دین خارج بشن، یه عده بدبین بشن، وقت کی مقصرشه؟ همون کسی که ابراز کرده. حضرت اینجا میفرما سل اما بدا لک، قال قلت جئت فداک ان شیعتک یتحدثون، شیعیان شما راجع به یه مسئله صحبت میکنن که اون مسئله چی هستش؟ که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علم علی علیه السلام بابا یفتح له منه الف باب، فرمایشی رو برای امیر مؤمنان علیه السلام داشته پیغمبر، در گوش حضرت چیزی فرمودن در اون به اصطلاح قبل از وفاتشون که از این بابی بود که یفتح له چی؟ هزار باب دیگری. حضرت این رو تکمیلش میکنه، قال فقال یا محمد ابا محمد علم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام الف باب یفتح من کل باب الف باب، الف باب یعنی نه یه باب که هزار باب، بلکه هزار باب که هر بابی هزار باب میشه چند باب؟ یه میلیون باب به طریق عادی. این گفت یه بابی که هزار بابه، گفت نه یه باب نبود اون تازه خودش، که آدم میگه یه باب باشه میگه لابد یه کلمه گفت، خلاصه این یه کلمه هزار باب بود، میگه نه هزار باب بود که گفت، که از هر بابی هزار باب دیگه. این تحملش میگه توی یه چند ثانیه چجوری هزار باب رو گفت. حالا اون هزار بابش مفتوح میشه یه چیزی که میگه یه کلی بود مثلا، اما اینکه هزار باب همین الان گفته که از اون هر کدوم هزار باب مفتوح میشه بعد، که این منتها ابو بصیر استنکار نداشت، استعجاب نداشت، پذیرفت بلافاصله. معلوم شد مسئله براش اصلش ناموزون نبوده، اینجور نبوده که اصلش سخت باشه، منتها میخواسته طریق حلش رو بهتر بفهمه دیگه. بالاخره میگه حالا اگه اینجوری شد مشکل دوتا شد، خب اصلش رو حل بکنید. یا ابا این الف بابن یفتح من کل بابن الف، قال قلتو. ببینید زیباییش این است که اینجا که اینو میگه ابو بصیر به تعجب نمیاد، اما به اعجاب میاد از این جهتش که قلت هاذا والله العلم، این خلاصه اون علم کاملی است که اینجوری باشه. علمی که ما داریم علم بیچارگیه، یعنی در حقیقت هی برو بخون اینو چی کن، اینو حفظ کن، اونو یاد بگیر، اینو چی کن، بریز تو خزینت، اینو بعدا بیار رج کن، در بیار، اینا رو چی کن.
الپی جوشش نداره، مثل آبی که تو چاه میریزن، هی میریزن تو چاه، میریزن تو چاه، اگه یه موقع آب نریزی تو چاه چی میشه؟ این آب میگنده، بو میگیره. اما چاهی که جوشش داره خودش چی میشه؟ اون جوششش دائما تازه است آب، لذا جوشاند وجود را. این مثلا بابون ینفته من الف باب، یا الف بابن که ینفته من کل بابن الف باب، درسته؟ این جوششه که ایجاد میشه. منتها حالا جوشش های چاه هی لحظه به لحظه است و ذره به ذره است، او در حقیقت یک جام امکان پذیره. این جوشش نظام علمی امکان پذیره که هازا والله العلم. منتها حضرت بازم ببینید ماها چون خیلی زود خلاصه آخر کار فکر می‌کنیم رسیدیم، ابو بصیر هم فکر کرد دیگه این آخر کار دیگه، گفت والهذا والله العلم، این علم کامل. این حضرت میگه فنکت ساعتا فی الارض، این که میگن گاهی سر رو میدازن پایین با چشم به زمین میدوزن چشم را، این کنهو مثل که چشم داره به زمین چیکار میکنه؟ مثل که دست میزنن، یا دست رو به زمین میزنن یا یه چوبی دستشونه مثلا به زمین. این نکته نکته، این تأثیر گذاشتن رو عرض زمین نیست که سر رو به پایین. منتها حالا گاهی نکته فی الارض نکته ساعتن، چشم رو دوختن به زمین همین در حد نکته است. گاهی دست رو هم همراه این چشم دوختن به زمین زدنه که خودش یک خلاصه حالته. گاهی یه چوبی دستشونه، مثلا عصایی بوده چوبی بوده نشسته بوده این چوب رو بزن. همه اینها رو نقل کردن. میفرماید که فنکت ساعتا فی الارض، ساعتا هم نه یه ساعت، حالا این مثلا ساعت گرفتن دیدن از مثلا ساعت 11 تا 12 هست، ساعت یعنی مدتی لحظاتی. ساعتا فی الارض ثم قال انه لعلم و ما هو بذاک، این علم هست اما تو گفتی این دیگه العلمه، دیگه همه علمه. نه، اما این همه علم نیست. علم هست اما همه علم نیست. خیلی جالبه ها اینا. ببینید خودهاییست که ماها ابو بصیره با همه عظمتش وقتی اینو شنید، خب خیلیه که الف بابی که ینفته من کل باب الف باب، میگه این همه علمه، کمال علم. میگه علم هست اما همه علم نیست. بعد سوال میکند که ثم قال، قال ثم قال یا ابا محمد و ان عندنا، فکر نکن این آخر علم بود، تازه یه چیزایی پیش ما هست که اینها هم در حقیقت اضافه بر اونه. ان عندنا الجامعه، جامعه هم پیش ما هست و ما یدریهم مل جامعه، کی میتونه بفهمه که جامعه چیه؟ معلوم میشه که اگر یک بحث ساده مادی عادی بود که فقط این کتاب پیش اینها بود، به این مثلا استعجاب نبود که و ما یدریهم مل جامعه. خب توضیح میداد اینا توش هست، تمام شد رفتی که قابل توجه بودیم. آقا یک کتاب مثلا ده جلدیه خلاصه اینا همه مسائل هم توش، نه اینجوری فقط نیست، معلوم میشه به این راحتی قابل تبیین نبوده که بگی که حالا تبیین. بازم توضیح میدن قال قلت و جلت و فداک و من جامعه، شما فرمودید و ما یدریهم، اینها چه میفهمن؟ نفرمود که خلاصه شما هم نمیفهمی که ابو بصیر، چون یدریهم آمد ضمیر غائب آمد، شاید مثلا ابو بصیر به همین نگاه به خودش اجازه داد که خطاب به این نبود که تو نمیفهمی. سوال کرد از حضرت جلت فداک و من جامعه، قال صحیفتون طولها سبعون ذراعا، قبلا این تومار می نوشتن اگر یادتون باشه، تومار رو بعد می پیچیدن، وقتی اینو می پیچیدن بعد توی استوانه می زاشتن که درش بسته می شد و اینها. این می فرماید که صحیفتون یک نوشته ایست، یک دفتری ایست که طولها سبعون ذراعا، 70 ذره، اون هم به ذراع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و املا، که هر ذرعی چقدره؟ نیم متره. 70 ذراعی یعنی چقدره؟ 35 متره. طول این صحیفه از جهت متری سیو... که این بسته میشه و این تومار میشه و بسته میشه. منتها حالا تومارهای اون موقع به خصوص برای این که روی چی بوده؟ پوست بوده. بالاخره این پوست رو باید به هم دیگه چکار میکردن؟ متصل میکردن، چون پوست ها دیگه اینجوری 35 متری که نداری، پوست 35 متری که، اینا رو باید به هم دیگه میدوختن تا یک دقیقه چی بشه. و وقت سعی هم میکردن از پوست های خیلی نازک استفاده بکنن، یا پوست که بگیم الان نره سراغ این آخرین پوست های کلوفتی که بگیم، نه دیگه اینا هم سعی میکردن رو چی باشه؟ ظریف‌ترین چیزی باشه. گاهی از پوست مثلا آهو استفاده میکردن، گاهی از پوست حیوانات ظریف استفاده میکردن که قابلشی باشه. بعد اینا خود اینها نسبت ها کار ازش میاد، که یعنی خود ذراع هم مال افراد مختلف مختلف هست یا نیست.
معلوم میشه که ذراع رسول خدا در اعتدالی ترین حالت اندازه است. یعنی وجود مبارک پیغمبر اکرم همه چیش روی چیه؟ رو حساب اندازه است. حتی زرعش زرع چی هستش؟ زرع میزانه. اگر وجود مبارک از جهت معنوی میزانه، از جهت مادی هم زرعش میزانه، چون زرع میزان میخواد دیگه. مگه الان ما میگیم ما یه متر، یه متر یه اندازه خاص داره دیگه، مگه نداره؟ وقتی اونجا میگیم زرع، زرع اندازه متری نداشت، بلکه زرع چی بود؟ زرع از اینجا بود تا اینجا، اینو میگن زرع، درست یک زرعه. این یه زرع مال هر کسی یه اندازه است یا نیست؟ بالاخره باید یه میزانی براش بذارن که معلوم بشه یه واقعیت، یه چیز مبهم نیست، یه چیز متشخصه، یه چیز اندازه‌گیری شده است. این وقت زرع رسول خدا، خود این زرع رسول خدا این اندازه رو در حقیقت، این اعتدال رو در وجود هم میرسونه که زرع او زرع میزانه است که بیان خلاصه. اگر حالا این رو میشد خلاصه دقت‌های بیشتری تو پیگیریش میکردن، میشد خلاصه از این چی به استفاده کرد؟ زرع میزان، میزان در متر رو میشد به دست آورد. چون الان میگن این مترایی که الان هست، اونایی که قائلن به این که جهان در حال انبساطه، یا اونایی که قائلن به این که جهان در حال انبساطه، خب میگن این ثابت نیست، منتها نمیشه فهمید که چقدر بزرگتر شد یا کوچکتر شد. چرا؟ چون همه با هم دارن یا بزرگ میشن یا همه دارن با هم کوچک میشن. این چیزی که قبلا دو ذره بوده، درسته؟ اگر این ذره الان بزرگ انبساط پیدا کرده باشه، به نسبت همه منبسط شدن. یعنی هنوز هم این دو ذره، منتها اون ذره اگر به لحاظ ما متر اندازه داشتیم به این مقدار بود که اون بزرگ نمیشد، درسته؟ این شده مثلا یه متر رو مثلا یک سانت، درسته؟ همه اینها به همین مقدار یک سانت همه چیز پیدا کردن، به همون یک مترشون یک سانت چی شده؟ لذا میبینید دائم تطبیق میکنه. اینو خودشون میگن فیزیکدان. اونایی هم که میگن جهان رو به انقباضه، چون اونایی که میگن انبساط، میگن هنوز حرکت به اصطلاح اون انفجار هنوز داره جهان رو چیکار میکنه؟ رو به انبساطه، و جهان رو به انبساطه رو تو فضا هم نیست، چون فضا سازه دیگه، چون فضا رو ایجاد میکنن. اینجوریه که فضا باشه جهان تو، نه فضا هم بخواد. اونی هم که میگه رو انقباضه، میگه این رفت انبساط پیدا کرد، مثل سنگی که به هوا میندازی بعد به یه جا میرسه، این انرژی تمام میشه، بعد شروع میکنه به چی؟ به پایین آمدن، درسته؟ میگن این انبساط ایجاد شده، انرژی تمام شده، حالا دوباره قبض و جذب داره صورت میگیره. برای میگن هیچ کدوم از اینها برهانی بر اثباتش و نفیش نمیشه اقامه کرد، نه انبساط رو نه انقباض رو. الان لذا یه عده قائلن به اینکه جهان رو به انبساط، فیزیکدانا یه عده میگن اگر کسی گفت رو به انقباض، چجوری میتونید باطلش کنید؟ یعنی نه اون انبساط رو میشه ثابت کرد، نه این انقباض رو. اما اینکه آیا اصلش اصلا انبساطی بوده یا نبوده، البته از روایات ما استفاده میشه که چی بوده؟ بوده. همچنان که در خطبه امیرالمومنین علیه السلام میگه جهان چی بود؟ جهان در حالی که رتق بود فتق شد، خطبه اول، درسته؟ فتق بعد رتق، که این باز شدن بعد از جمع بودن، که اون جمع بودن مثل این سیاه‌چاله هاست که میگن الان جمعه، که خیلی انرژی فتح، در حقیقت این باز شدنه که در حقیقت الان. این رو از کلام امیرالمومنین ذات خطبه اول هم استفاده میشه که فتح و رتق، یا تو قرآن هم داره ففتقنا هما، ما این رو در حقیقت چکار کردیم؟ فتح کردیم، باز کردیم، یعنی اون خلق اولی باز شد، که این رو میتونن بر این نظام علمی که هنوز تثبیت هم نشده، یه تئوریه، میشه در حقیقت این استفاده رو کرد. حالا اینا دیگه چیز بود، چی میگن، خارج تو پرانتز بود. بله، بعد میفرماید که بله صحیفتون طولها از سبون زراعه، چه خلاصه کجا آدم گاهی میره به زراع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و املائه، هم در حقیقت میزان زرع رسول خدا بوده، هم املائش، املاء رسول، یعنی پیغمبر میفرمود مینوشت امیرالمومنین علیه السلام، و املائه من فلق فیه، از شکاف دهانش، یعنی مشافهتن، یعنی از همین دهان، از همین درقت دهان میشنیدم من امیرالمومنین علیه السلام درقت، و امیرالمومنین این رو مینوشتش. امام صادق علیه السلام داره میفرماید که و املاء رسول خدا من فلق فیه، فی یعنی دهان، و خط علی علیه السلام به یمینه. ببینید اینا هر کدام چقدر زیباست، با دست راستم حضرت مینوشته امیرالمومنین علیه السلام، یعنی اینا همه داره چیکار میکنه؟ داره اون وجه اشرفیت و اون نگاه متعالی رو به این مسئله،
زر زر رسول خدا، املا املا رسول خدا، نویسنده امیر مؤمنان است، اونم با دست راست. و الا خب نوشتن به دست راست و چپ الان چه فرقی میکرد؟ معلوم میشه تفاوت میکنه که در اینجا چی میشه؟ میگه اگر تو ورود و خروجتون تو هر جایی مناسبه با اوش کار بکنید، راست و چپ رو مقدم و مؤخر بکنید دیگه، درسته؟ همه اینها تو نظام وجودی تأثیر داره، یعنی اینها رو همه رو با تأثیر داره بیان. فیها کل حلال و حرام و کل شیء یه، در این صحیفه هر حلال و حرامی که دنبالش باشید هست. و کل شیء یحتاج الناس الیه حتی العرش فی الخدشه، حتی اینکه اگر مثلا دست شما یه چوبی بهش یه اصابت بکنه به خراشونه پوست و فقط، از اینم بیشتر نره، دیدید که یه خط میفته، نه خونی نه چیزی، ولی یه خطی رو پوست میفته، میگه العرش این خدش همچی هستش، در او ثبت شده که چقدره. بعد اونجا دارد حضرت برای اینکه واضح تر بشه، و ذره و به یدهی الیه، دستش رو اوورد خلاصه طرف من، فقال تعزن لی یا با محمد اجازه میدی؟ قلت و جلت فدا انما انا لک، چقدر انا لک، نمیگه بفرمایید، میگه اصلا من ملک شما هستم، انا لک، شما در حقیقت ولی من هستید، بر من ولایت دارید، انما انا لک فاصنع ما شئت. قال فقمزنی بیده، با دستش مثل این میمونه که بگیم یه بشکونی از من گرفت، از پوست من یک در حقیقت فشاری داد، قمزنی یه فشار داد بیده، و قال حتی عرشو حاضر حاضا، حتی به صلاح خسارت این هم برای اون چی شده؟ در اونجا ذکر شده، یعنی دیگه میخواد بگه که هر جزئی که شما تصور بکنید، هر چیزی که حکمی بخواد داشته باشه در اونجا هستش، حتی عرشو حتی عرش در حقیقت این مقدار هازا، که انه مغزه، این که انه بله، این که انه مغزه، این است که حضرت از این که نمیتونن دیگران بفهمن یعنی این چی، غضبناک بوده، یا بیان کردن که انه مغزه، مثلا این فشار رو کسی که با غضب بخواد فشار بگید بده که یه چی به اصطلاح دردی بیاد، یک در حقیقت ناراحتی، که انه، اما منتها اون که انه مغزه رو به اولی هم زدن، که حضرت در حقیقت برای بیان این مسئله که انه الفاظ کم میارن برای که بخواد این رو بیان بکنه، و تحمل دیگران در فهم این باعث میشد که براش سخت باشه بیان، که انه منتها اون دومی رو گفتن هر دو صحیح، مانع نداره. قال قلت هازا، میگه حالا اون قبلی گو هازا والله العلم، رسید اینجا دید این از اون بالاتر، گو هازا والله العلم، اگر پس علمه، این علمه که دیگه هیچی توش دیگه فروگذار نشده. باز حضرت فرمود قال انه لعلم، درسته این علم هست، کمال هست، اما و لیس بزاکر، لیس بزاکر، نه لیس به علم، لیس بزاکر یعنی اون علمی که تو گفتی که یعنی کمال علمه، اون کمال علمی نیست، اینم علمه، و لیس بزاکر یه قسمتش رو نفع میکنه، نه علم بودنش رو، بلکه چیش رو نفع میکنه؟ اون اطلاق کمال علمیش رو نفع میکنه، و لیس بزاکر. ثم سکت ساعتا ثم قال و ان عندنا الجفر و ما یدریهم الجفر، باز پیش ما جفر است غیر از جامعه، و چه میدونند که چه ادراک بکنند که جفر چیه؟ قال قلت و من جفر، قال وعاء من عدم، حالا یا من عدم، عدم الف همزه است دیگه، گوش از پوست، یک در حقیقت ظرفی است از پوست، فیه علم النبیین، که در این در حقیقت علم همه انبیا، همه اوصیا و همه علمایی که الذین مزو من بنی اسرائیل، در این جفر موجود است. اگر یادتون باشه یه بابی داشتیم که علمی که بر هر نبی و هر وصی نازل میشه دیگه بر نمیگردد، رفع نمیشه این علم، یادتون میاد یا نه؟ یعنی این علم باقی میمانه، خیلی حرف زیباییه، هر علمی که گذشتگان آوردن علم رفع نمیشود، باقی میماند، اما این باقی موندن به ارث میرسد به کی؟ به امام و نبی بعدی، که نبی بعدی و امام، به ارث میرسد، اینها به ارث میرسد، به ارث رسیدن هم ارث دیگه مادی نیست، درسته این ارث مادی نیست، این ارث نشون میده خدای سبحان منتقل میکند از اینها به اونها، و اون ظرف بعدی اون وعاء قبلی رو دارد، لذا میفرماید که وعاء من عد فیه علم النبین والوسین و علم العلماء الذین مزو من بنی اسرائیل، تمام اون چه که از علم سابق از این بوده همه در این در حقیقت چی هستش؟ موجود است، هیچ دیگه، این خیلی عظیم تر میشه دیگه. قال قلت ان هذا هو العلم، پس حالا پس این علم است، این دیگه کمال علمه. باز حضرت فرمود قال انه لعلم اما لیس بذاک، آخرش نیست،
ثم سکت ساعتا. خب همین باعث بوده که بالاخره این نو گفتنم حضرت رو به حرف، اگه میگفت ان هاذا، اینم علم است، اینم علم است، خودی حضرت بگو تمام شده. اما این که میگه ان هاذا با تصحیحش بکنه، چون این میگه ان هاذا هو العلم، که دیگه این علم کامل است، حضرت به خاطر اینکه این تقریر نشده باشه سکوتش، باید بعدیش رو هم بیان بکنه. بالاخره عالم بوده این خلاص ابو بصیرم، همچین ساده نبوده که ما علی شبهه رو بهش بکنیم، اونم وارد بوده، حضرت رو به سخن می آورد با همین کلامش تا حضرت کلام بالاتر رو بگه. اینکه میفهمید علمی که نازل میشه دیگه رفع نمیشه، فقط از طریق رسل به دیگران میرسه یا نه باقی دیگران هم میکنه تحصیلش هم داره؟ ببینید علم، اساس علم که تو عالم هست، منتها وقتی به صورت علم در میاد، یعنی از مقام ثبوت به مقام اثبات رسیده، یعنی علمی شده که تو ذهن بشری یا تو وجود بشری جا گرفته، یعنی از صحنه هستی به صحنه معرفت آمده، درست شکل گرفته. میگه این از بین نمیره، و اینه اونی که علم تو صحنه هستی هست که از بین نمیره. اتم از اول اتم بوده، چه کسی بفهمه چه کسی نفهمه، تا آخر هستی هم اگر کسی نیامد که اینو بفهمه، او علم بودنش، نظام علمیش که به هم نمیخوره، که همون جوری بوده. یا ما کشفش نکردیم که ایجادش کرده، ما کشفش کردیم فهمیدیم که این بوده. تو نظام معرفتی میگه اینایی که کشف میشه و فهمیده میشه از بین نمیره، انتقال پیدا میکند. منتها تو نظام عمومی ممکنه کتابهایی رو یه نویسنده نوشته باشن چی بشه؟ از بین بره. تو سابقه از این یا گم شده باشه نوشته ولی به چاپ نرسید گم شده. اما تو نظام علمی که الا خدای سبحان حفاظه کرده برای اینها، میگه هیچ چیزی گم نمیشه، دائما این نسلی بعد نسل باید به ارث برسد. به ارث رسیدن هم به وحب الهیه، به کسب نیست، به وحب الهیه. نمیدونم پاسخ شما رو تونستم بدم، به وحب الهیه. لذا میفرماید، لذا این نیستش که هر کسی این میراث رو میتونن بعضی از این میراث رو داشته باشن، اما تمام این میراث فقط به وحب الهیه. بله. قال قلت ان هاذا هو العلم، قال انه العلم وليس بذاك، ثم سكت ساعه ثم قال و ان عندنا لمصحف فاطمه. ببینید خود ترتیبی که اینها ذکر میشه یعنی چی؟ آیا مراتب این است که هر کدام از بعدی‌ها همه قبلی‌ها رو دارد یا نه؟ اینم قسمتی از علم است، لذا اون قبلی کامل نیست، چون اینم قسمتی از علم. تو اینجاست که تو قبلیه نبوده، هر دو صورت قابل تصویر. حال علتش رو باشه هفته دیگه انشاءالله اگر یادتون بود سوال کنین، چون الان فقط این روایت رو تمامش کنین. و ان عندنا لمصحف فاطمه و ما یدریه ما مصحف فاطمه سلام الله علیه، قال قلت و ما مصحف فاطمه علیها سلام، قال مصحف فیه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات. اگر این قرآن رو در حد مقدارش رو ضرب در سه بکنید چی میشه؟ سه برابر بکنید، مثل این میمونه. هازا سلاس هم والله ما فیه، تازه این سه برابر ما فیه من قرآنکم حرف واحد. اینجور نیستش که اونچه که در قرآن اومده باشه اینجا تکرار شده باشه، تکراری نیست. اونچه که در قرآن، در قرآن اینجا مسائلی آمده که در قرآن چیه؟ نیامده. اگر گفتیم تو قرآن همه چی آمده، پس اینجا چجوریه که یه چیزایی آمده که در قرآن نیامده؟ این سوال باشه تا جوابشو بدیم انشاءالله. قال شما فرمودید چی؟ نه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات، سه مرتبه بیشتر، یعنی سه برابر. حالا اینم قرآنکم هم وجه داره، اینا خلاص نکاته. قرآنکم یعنی غیر از اون قرآنی که نزد اونهاست، اون قرآنی که نزد اونهاست، چون اون قرآنی که نزد حضرات معصوم هست، در حقیقت حضرات معصومین علیهم السلام هست، اون قرآن شامل اینها هست. اون قرآنی که نزد شماست یعنی همون الفاظی که شما میشناسید، اون قرآنی که شما الان باهاش حشر و نشر دارید، و الا قرآنی که پیش امام معصوم هست همه حقایق رو داره یا نداره؟ همه رو داره. اما اون قرآنی که پیش شماست، شما ازش از نظام ظاهرش چی میفهمید؟ میگه سه برابر اونه، از همون نظام ظاهر. این قرآن کم، بعضی اشعار به این گرفتن که کم آورده، نه مثل قرآن، نگو مثل حاضر قرآن، گو مثل قرآن کم هازا، این قرآن شما ثلاث مرات، که همون نظام ظاهری قرآن. قال قلت هازا والله العلم، حالا تازه نمیدونم چی توش هستش، اما همین مقداری که میشنوه اینقدر اطمینان داشته چی میگه؟ میگه که خلاصه ان هازا هازا والله العلم، قال انه لعلم و ما هو بذاک. اینم باز آخر کار نیست. ثم سکت ساعه ثم قال ان عندنا علم ما کان علم ما هو کائن الا ان تقوم الساعه،
این دیگه آخر کاره. قال قلت جئت تو فداک هذا والله والعلم. قال انه لعلم و ليس بذاک. اینم آخر کار نیست. قال قلت جئت تو فداک، همون سوالی که آقا کرد از اول بپرس، بس علم چیه؟ فایوش این العلم دیگه، اگر بعد از این چی باقی میمونه؟ قال ما يحدث بالليل والنهار الامر من بعد الامر والشيء بعد الشيء الى يوم القيامه. یعنی یه نظام علم داریم، تو نظام علمی که قبل از حوادث است، یه نظام علم فعلی داریم که تو حق مراتب وجود متحقق است. میگه اون علمی که در حقیقت دیگه غیر قابل تغییر است، دیگه در اونجا بدا هم راه ندارد، در اونجا به نحو قدر هم نیست، بلکه در حقیقت اونجا حتم و وجوب است، اون کدام علمه؟ علمی که تو صحنه هستی محقق میشه لحظه به لحظه. منتها کی به این علم داره؟ ما فکر می‌کنیم به اونایی که محقق شده علم داریم. چه حوادثی در عالم، اون چی که لحظه به لحظه، ذره به ذره که در هستی داره ایجاد میشه، معدوم میشه، کمال پیدا میکنه، تغییر پیدا میکنه، تمام اینا چی هستش؟ حوادث کلان و ریز، از اتم گرفته تا در حقیقت کهکشان، از خلاصه فعل کوچک انسان گرفته تا عظیمترین، تا پادشاهی ها و انقراض نسل ها و انقراض امت ها، همه اینا چی هستش؟ میگه تو این در حقیقت این علم هست دیگه. اینجا خلاصه چون ابو بصیر دیگه، بله، این علم فعلیه، این علم فعلی صحیفه هستی، یعنی کوم صحیفت الکوم عرض کردم دیگه، اونا مفهوم نبود، اما اونا تو نظام علم حضوری و نظام علیت عالم بود. این تو نظام چیه؟ این تو نظام در حقیقت معلول عالم به هستی و صحیفت الکونه، که این دیگه در حقیقت تمام جزئیات و تمام در حقیقت حقایقش تو اینجا مشهود. حالا ایشون توضیح بیشترشو، مباحث مباحثی داره در اینجا که بعضیش تو روایات دیگه میگیم، بعضیش هم ذیل همین، انشاءالله اگر عمری بود هفته آینده در محضر دوستان هستیم و بیان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعضی از اینا ترتب هست، اما همشون اینجوری نیستن. این دومی آخریه رو بگید، این آخریه چرا بعضشون ممکنه بگید اون علت این معلومه، اونتا بگید که این معلوم به لحاظ علمی که ما میفهمیم و برای ما نافعه علم بدونیم میشه صحیفت الکون. اونتا صحیفت الکون چه تفصیل اون اجمال؟ نه اجمال تفصیل چی؟ اجمال تفصیل مفهومی، نه اجمال تفصیل وجودی، اون اجمال بسیطشه، این در حقیقت تفصیل اون اجمال بسیطه.